بینندگان گرامی شبکه جهانی تلویزیون پارس درود بر شما من ستیو بازیل هستم و از شما دعوت میکنم به خبرهای امروز شنبه 14 مهر ماه سال 2583 ایرانی 1403 خورشیدی برابر با 5 اکتبر سال 2024 توجه بفرمایید خبرها را با یک گزارش کوتاه از احتمال کشته شدن اسماعیل قاعانی در انفجاری در بیروت آغاز میکنم کانال 12 تلویزیون اسرائیل گزارش داد که احتمال دارد اسماعیل قانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در محلی که اسرائیل در بمباران اخیر خود در جنوب بیروت با هدف حمله به محل استقرار هاشم صفیالدین رئیس شورای اجرایی حزب الله مورد هدف قرار داد حضور داشته و آسیب دیده باشد هنوز خبرهای تکمیلی در این مورد گزارش نشده است و اما یک مقام نظامی اسرائیل امروز شنبه 14 مهر ماه به خبرگزاری فرانسه گفت که ارتش اسرائیل در حال آماده سازی پاسخ به حمله موشکی جمهوری اسلامی است خبرگزاری فرانسه نام این مقام نظامی را به دلیل نداشتن مجوز برای اظهار نظر عمومی نیاورده و در مورد نوع و زمان این پاسخ هم توضیح بیشتری نداده است همزمان روزنامه هاارتس هم بار دیگر به نقل از ارتش اسرائیل گزارش داد که پاسخ نظامی این کشور به حمله موشکی دهم مهر سپاه پاسداران بزرگ و قابل توجه خواهد بود این روزنامه در این حال افزود که ارتش اسرائیل امکان حمله مجدد ایران به خاک اسرائیل پس از جواب اسرائیل را منتفی نمی داند. وزیر خارجه ایران که پس از لبنان به سوریه سفر کرده میگوید ابتکاراتی برای ایجاد آتش بس در منطقه وجود دارد و رایزنی هایی صورت گرفته که امیدواریم به نتیجه برسد. عباس اراخشی با این حال در اظهارات خود مشخص نکرد که با چه کشورهایی رایزنی صورت گرفته و ابتکارات یاد شده شامل چه مواردی است و تنها گفت امیدواریم بتوانیم با دوستانمان در دمشق به یک تفاهم بیشتر برای گام های بعدی برسیم او هدف خود از سفر به دمشق را ادامه رایزنی ها درباره تحولات منطقه و آتش در لبنان و به ویژه در غزه عنوان کرد وزیر خارجه ایران که پیش از دمشق به بیروت سفر کرده بود در بعد به ورود به لبنان گفت که حضور او در این شرایط در این کشور نشان دهنده آن است که جمهوری اسلامی پشت سر حزب الله خواهد بود اراخچی افسوده بود جمهوری اسلامی قصد ادامه حملات به اسرائیل را ندارد اما در صورت هر گونه اقدام دیگری از سوی اسرائیل حتما سختتر پاسخ خواهد داد و اما دبیر کل اتاق مشترک بازرگانی ایران و قطر میگوید ترکیه بازارهای ایران در قطر را تصاحب کرده و اگر نتیجه سفر اخیر رئیس جمهور به قطر ایجاد یک صرافی هم باشد دستاورد چشمگیری خواهد بود. مصطفی صالحی نژاد روز جمعه 13 مهر با اشاره به موانع نقل و انتقال مالی برای تجارت میان دو کشور گفت در شرایط تحریم و نبود امکان ایجاد بانک مشترک اگر خروجی سفر مسعود پزشکیان به قطر ایجاد همین صرافی باشد دستاورد چشمگیری به شمار می آید. پزشکیان 11 مهر ماه یک روز بعد از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل به قطر سفر کرده بود اما در این سفر به جز چند تفاهم نامه هیچ قراردادی میان دو طرف امضا نشد دبیر کل اتاق ایران و قطر میگوید تاجران ایرانی اکنون برای انتقال ارز حاصل از صادرات کالا به قطر باید ابتدا آن را به امارات و سپس به ایران منتقل کنند و با این روند 20 درصد از سود تجارت آنها کم میشود این مقام مسئول همچنین با اشاره به میزان محدود تجارت میان ایران و قطر که فقط دویست میلیون دلار است میگوید ترکیه بازارهای ایران در قطر را تصاحب کرده است سازمان امور دانشجویان میگوید با بررسی و بازنگری شماری از پرونده دانشجویی آرای صادر شده توسط کمیته های انضباطی نقض شده و دانشجویان محروم از تحصیل به دانشگاه ها باز خواهند گشت خبرگزاری ایسنا روز جمعه 13 مهر خبر داد سعید حبیبا معاون وزیر علوم و رئیس سازمان امور دانشجویان با ارسال بخشنامه‌ای به دانشگاه، به دانشگاه ها سازوکار اجرایی بازگشت به تحصیل دانشجویان محروم شده را اعلام کرد در این بخشنامه بدون اشاره به شمار این دانشجویان و دلیل محرومیت آنان آمده است که در بازنگری ها مشخص شد پرونده های مورد بررسی با ایرادات حقوقی مسلم متعددی روبروست که آرای صادر شده پیشین را نقض می کند. این در حالی است که کمتر از سه هفته پیش حسین سیمایی صراف وزیر علوم تحقیقات و فناوری گفته بود که بازگشت دانشجویان و اساتید بازداشت شده یا دارای پرونده قضایی بر عهده کارگروه قوه قضایی است وزیر علوم دولت جمهوری اسلامی همچنین نسبت به بررسی مجدد پرونده ها توسط قوه قضایی ابراز تردید کرده بود و ما رئیس کمیته ایمنی شورای اسلامی شهر تهران گفت ساختمان سه بیمارستان پایتخت از بو علی، سینا و خمینی از لحاظ ایمنی حریق در وضعیت بحرانی و در لیست 129 ساختمان ناایمن قرار دارند و هنوز هیچ اقدامی برای ایمنسازی انجام ندادند. به گزارش رسانه ها مهدی بابایی گفته ایمنسازی شش بیمارستان دیگر نیز در دستور کار قرار گرفته. به گفته بابایی بیمارستان های بو علی، خمینی و سینا اقدام عملیاتی در راستای ایمنسازی انجام ندادند و وضعیت آنها بحرانی است. پیشتر نیز آتش نشانی تهران اعلام کرده بود که بیش از هشت بیمارستان وجود دارد که نیازمند توجه جدی است. و اما وبسایت تجارت نیوز با استناد به آمار رسمی نوشت روزانه نزدیک به شش کارگر ساختمانی در پی وقوع حوادثی که عمدتا ناشی از عدم رعایت ایمنی در محیط کار است جان خود را از دست می‌دهند. همچنین آمارها نشان میدهد شمار زیادی از کارگران ساختمانی فاقد بیمه هستند و کماکان بیش از 500 هزار کارگر ساختمانی در لیست انتظار بیمه تامین اجتماعی قرار دارند بنابر این گزارش بیشتر این حوادث مربوط به سقوط از ارتفاع برق گرفتگی و ریزش آوار است که به دلیل عدم رعایت استانداردهای ایمنی و نبود آموزش های لازم رخ میدهد این در حالی است که رئیس انجمن سنفی کارگران ساختمانی در ایران روز جمعه 16 همه شهریور از کاهش منابع بیمه کارگری ساختمانی با بخشنامه وزارت کشور خبر داده و گفته بود این موضوع باعث شده تأمین اجتماعی مانند سابق از بیمه کارگران ساختمانی سرباز بزند و بگوید همان اندازه که بودجه میگیرم بیمه میکنم و ما آخرین خبر در بخش خبرهای مربوط به درون مرزهای میهنمان هاکیست همزمان با افزایش گمان زنی ها از احتمال حمله متقابل اسرائیل به ایران روند سعودی قیمت ارز و طلا در ایران همچنان ادامه دارد در حالی که چهارشنبه 11 مهر ماه بازار ارز ایران با نرخ 61500 تومان برای هر دلار آمریکا بسته شده بود از صبح پنجشنبه روند افزایشی نرخ برابری ارزهای خارجی ادامه یافت و در لحظه تنظیم این گزارش در ساعت پایانی کار بازار بهای هر دلار آمریکا به 63000 تومان نزدیک شده است بر این اساس بهای فروش هر دلار آمریکا در بازار تهران به 62750 تومان و هر یورو به 69250 تومان رسیده است این در حالی است که طی ماه‌های اخیر و پیش از حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در کانال 59000 تومان در نوسان بوده است از شما بینندگان گرامی دعوت می کنم همچنان با برنامه خبری امروز همراه سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد فقط و فقط یک نام دکتر کامران یدیدی 818 999 99 99, -99. معتبر برا جواهری پارس با مدیریت مسعود افلاتونی شنبه ها ساعت 13 به وقت لس آنجلس 818 377 31 818 344 5050 از شبکه جهانی تلویزیون پارس به هیچ وجه نگران فروش خانه، باغ، ویلا و یا دیگر اموال خود در هر نقطه از ایران نباشید. این کار در تخصص وکلای ماست. شماره تماس 818 577 77 57, 59 7 روز هفته 24 ساعته بینندگان گرامی خبرها را با رویدادهایی از درون مرزهای بین جنگهای منطقه‌ای آغاز می‌کنم. ارتش اسرائیل خبر داده است که در روز جمعه حدود 180 راکت از لبنان به شمال اسرائیل پرتاب شده است اما خسارت یا تلفاتی نداشته است. درگیری‌ها میان ارتش اسرائیل و حزب الله لبنان روز جمعه 13 مهر ماه در حالی ادامه یافت که برخی منابع لبنانی از ثبت 153 مورد حمله هوایی به مواضع حزب الله توسط اسرائیل طی 24 ساعت گذشته خبر دادند. ارتش اسرائیل همچنین با اشاره به تداوم عملیات زمینی این کشور بر علیه حزب الله اعلام کرد که از زمان آغاز این عملیات در لبنان حدود 250 تن از شبه نظامیان حزب الله از جمله شماری از فرماندهان این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی کشته شدند. نیروهای نظامی آمریکا چندین موضع حوسی های یمن شامل سیستم های موشکی، پایگاه های نظامی و سایر تجهیزات و تاسیسات متعلق به این گروه شبه نظامی تحت حمایت جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به گفته مقام های نظامی ایالات متحده جمعه 13 مهر ماه جنگنده ها و ناوهای آمریکا مواضع حوثی ها را در پنج منطقه مختلف گلوله باران کردند ارتش ایالات متحده هم اعلام کرد که روز جمعه 15 حمله علیه اهداف مرتبط با شبه نظامه حوسی در یمن انجام داده و اهالی منطقه نیز گزارش دادند که انفجارهایی در پایگاه های نظامی و حتی فرودگاهی رخ داده است ستاد مرکزی فرماندهی که نظارت بر نیروهای آمریکایی در خاور میانه را بر عهده دارد اعلام کرد که این اهداف با توانایی های نظامی تهاجمی حوسی ها مرتبط بودند اما جزئیاتی در مورد اینکه آیا این شامل قابلیت های موشکی پهپادی یا راداری می شود ارائه نداده است و اما ارتش اسرائیل میگوید دو عضو ارشد شاخه نظامی گروه تروریستی حماس در لبنان را که از آنها به عنوان تروریست یاد کرده طی دو عملیات با همراهی سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل از بین ببرد ارتش اسرائیل در بیانیه ای این دو نفر را محمد حسین علی المحمود و سعید علا نعیف علی معرفی کرده است به گفته ارتش اسرائیل محمد حسین علی المحمود به عنوان مقام اجرایی حماس در لبنان فعالیت می کرده و عملیات تروریستی در کرانه باختری را هدایت می کرد و سعید علا نعیف علی نیز در حملات علیه اهداف اسرائیلی نقش داشته و برای جذب نیروهای حماس در داخل لبنان کار می کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه خود همچنین نوشته است که محمد حسین علی المحمود مسئول استقرار حماس در داخل لبنان بود و از این موقعیت برای تامین سلاح جهت حملات موشکی علیه اسرائیل و تلاش برای تولید تسلیحات پیشرفته استفاده می کرد. حماس صبح شنبه اعلام کرده بود در حمله پهپادی اسرائیل به یک اردوگاه فلسطینی ها در لبنان یکی از فرماندهان این گروه تروریستی به نام سعید عطاالله علی همراه کشته شده است و اما خط هوایی امارات که بزرگترین شرکت هواپیمایی خاور میان است حمل پیجر و بیسیم را برای مسافران خود ممنوع اعلام کرد این شرکت هواپیمایی روز جمعه 13 مهر ماه در بیانیه‌ای در وبسایت خود اعلام کرد تمامی مسافرانی که از دوبی یا به دوبی سفر می کنند اجازه نخواهند داشت با خود یا در چمدان های تحویل داده شده پیجر و بی سیم حمل کنند همچنین در این بیانیه آمده است که در راستای تشدید اقدامات امنیتی چنانچه هر گونه وسایل ممنوعه ای همراه مسافران یافت شود توسط پلیس دوبی ضبط خواهد شد ممنوعیت حمله پیجر و بیسیم برای مسافران هواپیمایی امارات یک ماه پس از حملات به گروه حزب الله لبنان با استفاده از دستگاه های ارتباطی پیجر و بیسیم انجام میگیرد. و اما خبرگزاری رویترز روز شنبه چهاردهم مهر به نقل از یک منبع امنیتی لبنانی گزارش داد که از روز جمعه هیچ خبری از هاشم صفیالدین جانشین احتمالی حسن نصرالله دبیرکل کل پیشین حزب الله در دسترس نیست در همین حال برخی از رسانه های اسرائیلی گفتند که اسماعیل قاعانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران در زمان حمله اسرائیل احتمالا در بیروت بوده است پایگاه خبری اکسیوس به نقل از سه مقام اسرائیلی گزارش داد که اسرائیل شبانگاه پنجشنبه در ادامه حملات سنگین خود به مواضع حزب الله پناهگاه زیرزمینی محل اختفای سفیالدین را هدف حمله قرار داده است منابع لبنانی و دو منبع امنیتی دیگر از این کشور گفتند حملات مداوم اسرائیل به زاهیه بیروت از روز جمعه امدادگران را از جستجوی محل مورد حمله باز داشته است حزب الله گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هیچ اظهار نظری درباره حمله علیه هاشم صفی الدین ارائه نکرده است. و اما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید اگر جای اسرائیل بود به جای تأسیسات نفتی ایران به گذینه های دیگری برای حمله فکر می کرد. جو بایدن در نشست خبری 13 مهر با بیان این جمله افسود که به نظرش اسرائیل هنوز به نتیجه نهایی برای چگونگی پاسخ دادن به حمله موشکی ایران نرسیده است این در حالی است که قیمت جهانی نفت طی روزهای گذشته و در پی حمله موشکی جمهوری اسلامی به اسرائیل در شامگاه دهم ده هم و همزمان با افزایش گمانه‌زنی ها در مورد حملات تلافی اسرائیل به تاسیسات نفتی ایران 6 درصد افزایش یافته است این روند در صورت ادامه یافتن می تواند بر موقعیت حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده تاثیر منفی بگذارد. وزارت خارجه آمریکا تایید کرد که یک شهروند آمریکایی این هفته در جریان حمله هوایی اسرائیل به لبنان جان خود را از دست داده است. این وزارتخانه اعلام کرد که در حال بررسی شرایط و جزئیات این حادثه است. کامیل احمد جواد ساکر دیربون میشیگان روز سهشنبه در یک حمله هوایی اسرائیل در لبنان کشته شد به گفته دخترش یکی از دوستان و همچنین نماینده کنگره منطقهش او قربانی این حمله بوده است در ابتدا وزارت خارجه آمریکا تصور می کرد که این فرد تنها یک مقیم قانونی دائمی دارنده گرین کارت یا کارت اقامت در ایالات متحده باشد اما روز جمعه این وزارتخانه تایید کرد که او یک شهروند آمریکایی بوده است به گزارش نشریه تایمز اسرائیل داده های وبسایت های ردیابی پرواز نشان می دهند که یک پرواز ایرانی قشم فارس ایر از تهران که عازم لبنان یا سوریه بود اوایل امروز در حریم هوایی اراق به سمت ایران بازگشت به نوشته تایمز اسرائیل ادعا شده که ظاهرا این پرواز حامل سلاح به سمت حزب الله بود و در پی هشدار ارتش اسرائیل به آن مسیر خود را برگردانده است ارتش اسرائیل میگوید که محاصره نظامی لبنان را احتمالا برای مدت طولانی ادامه خواهد داد همزمان با تداوم درگیری های شدید میان اسرائیل و حزب الله یک هواپیمای ارتش هلند 185 طبعه خارجی را از لبنان تخلیه کرد. دولت هند اعلام کرد که این هواپیما جمعه شب در یک پایگاه هوایی در شهر جنوبی آیندهون فرود آمده است بیش از ست تن از سرنشینان این هواپیمای ایرباس ای 330 شهروند هلند بودند و بقیه سرنشینان به درخواست دولت‌های بلژیک، فنلاند و ایرلند از لبنان تخلیه شدند و اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز شنبه 14 همه مهر در شبکه پیامرسان تلگرام گفت که او طرح پیروزی کشورش در جنگ با روسیه را در نشست رامشتاین آلمان به متحدان کیف ارائه خواهد کرد. زلنسکی افسود که اوکراین در این نشست که روز 21 مهر ماه برگزار می شود گام های روشن و مشخصی برای پایان عادلانه جنگ ارائه می دهد. به گزارش خبرگزاری رویترز اوکراین که نزدیک به یک هزار روز در حال مقابله با تهاجم نظامی روسیه به این کشور است در ماه اخیر از تنظیم طرحی برای پایان دادن جنگ خبر داده است. و دیوان دادگستری اروپا حکم داده است که با توجه به رفتار طالبان با زنان جنسیت و ملیت به تنهایی برای اعطای پناهندگی به زنان افغان کفایت می کند. این حکم تاریخی که روز جمعه 13 همه مهر صادر شد نتیجه شکایت دو زن افغان در دادگاه عالی اتحادیه اروپا است که اتریش درخواست پناهندگی آنان را در سالهای 2015 و 2020 رد کرده بود. دیوان دادگستری اروپا در حکم خود اعلام کرده برای زنان افغان اثبات اینکه متقاضی در صورت بازگشت به کشور مبدع واقعا و به طور خاص مورد آزار و اذیت قرار می گیرد ضروری نیست در این حکم تاکید شده تنها در نظر گرفتن ملیت و جنسیت برای زنان افغان متقاضی پناهندگی در کشورهای اروپایی کافی است چرا که اقدامات تبعیض آمیز طالبان علیه زنان آزار و اذیت آنها محسوب می شود از شما بینندگان گرامی دعوت می کنم همچنان با خبرهای امروز همراه دفاتر هیدری لا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از زمان تصادف و صدمات بدنی از ابتدا تا پایان پرونده حتی تا ترایل و دادگاه با شماست هیدری لا با بهرهگیری از تیم گسترده حقوقی و با همکاری بیش از ده وکیل برتر در کالیفرنیا و نوادا در هیدری لا پرونده شما برای ترایل و لدیگیشن به دفاتر دیگر سپرده نمی شود 818 وست ساید مدیکال فارمسی در 11 968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه ده صبح تا پنج بعد از ظهر. تلفن 310 441 1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است به به هیچی مثل دوغ بیبلوس نمیشه یادتونه قدیما میرفتیم لب چشمه درکه دربند چلو کباب سفارش میدادیم غذا به همون نمیچسبید تا اون دوغ محلی و طبیعی رو مینوشیدیم الان هم تنها دوغی که کاملا به یاد دوغای خونگی خودمون میندازه دوغ بیبلوسه سالم کاملا طبیعی خوشتم تهیه شده از ماست و شیر بدون هورمون و مواد افزودنی امتحان کنین خودتون تایید خواهید کرد که هیچ چیزی مثل دوغ بیبلوس نمیشه بینندگان گرامی با چند خبر از درون مرزهای میهن میهنمان در زمینه حقوق بشر برنامه خبری امروز را پی گرفته و به پایان میبرم کمپین حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای به شدت از پیامدهای حقوق بشری ادامه درگیری ها و ماجراجویی نظامی جمهوری اسلامی با اسرائیل برای فعالین مدنی، زندانیان سیاسی و شهروندان عادی ابراز نگرانی کرد. این نهاد حقوق بشری با تاکید بر حفاظت از غیر نظامیان نوشت هر گونه اقدام نظامی که به جمعیت غیر نظامی، کارگران و کارمندان عادی یا مردم محلی ضربه بزند نقض ابتدایی ترین موازین حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستان قلم داد می شود. این کمپین افسود این اقدامات محکوم است و عاملان باید مسئول و پاسخگو باشند و اشاره کرد که استفاده از سپر انسانی در زمره جرایم جنگی است و دولت‌ها و نیروهای نظامی موظف به تأمین امنیت، خدمات اجتماعی و رفاه شهروندان هستند. رسانه های حقوق بشری از اجرای حکم اعدام سه زندانی از جمله یک زن از بابت اتهامات مرتبط با جرائم مواد مخدر و قتل در زندان های تبریز و زنجان خبر دادند. سازمان حقوق بشر ایران با اعلام این خبر نوشت زهرا فیزی 41 ساله، مصطفی کاوندی 39 ساله و علی بهرامی 36 ساله بودند. بر اساس گزارش ها مصطفی کاوندی و علی بهرامی از بابت اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند. زهرا فیزی نیز چهار سال قبل به اتهام قتل همسر خود بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد. مری لاولر گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیت سربناز احمدی فعال حقوق کودکان که در زندان اوین محبوس است ابراز نگرانی کرد خانم لاولر روز جمعه 13 مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که به رغم وضعیت وخیم جسمی و توصیه پزشکان سروناز احمدی از مرخصی پزشکی محروم شده است او با تاکید بر اینکه این فعال حقوق کودکان تنها به دلیل کنشگری مسالمت آمیز به زندان محکوم شده است نوشت ایران باید فوراً او را برای مداوای پزشکی آزاد کند و ما شورای هماهنگی های سنفی فرهنگیان ایران در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی معلم 5 اکتبر بر لزوم تقویت تشکل‌های سنفی موجود و ایجاد تشکل‌های جدید تاکید کرد. همزمان این شورا از اخراج اسماعیل عبدی عضو هیئت مدیره کانون سنفی معلمان تهران در این روز با حکم هیئت تخلفات اداری آموزش و پرورش شهرستان‌های تهران خبر داد. شورای هماهنگی تشکل‌های سنفی فرهنگیان ایران با اشاره به شرایط کنونی ایران نوشت در شرایطی که حاکمیت سرکوب تشکل‌ها و فعالان سنفی را در پیش گرفته است و تمام امکانات رسانه‌ای عمومی و ملی در خدمت باندهای ثروت و قدرت قرار دارد بهترین راه برای اهمیت دادن به صدای معلمان تقویت تشکل‌های سنفی موجود و ایجاد تشکل‌های جدید است. از توجه و همراهی شما بینندگان گرامی با این برنامه خبری بسیار سپاسگزارم. شب و روزتان بخیر. پایان. دارم.